در همین رابطه بیشتر بحث میکنم با آقای عبدالظهور مدبر، تحلیلگر مسائل اقتصادی که از طریق خط اسکایپ با ما وصل هستند. مدبر صاحب، شما را به بحث خوش آمدید میگم. چرا چین علاقمند استفاده از راه بندری واخان نیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر و ممنون از یک فرصت را مساعد ساختین. سلام خدمت شما و بیننده های عزیز. قسمی که ما شما میفهمیم مسئله حمل و نقل و ترانسپورتیشن و بحث سپلای چین یکی از دندانه های مهم اقتصاد یا چرخ اقتصاد میتونه تلقی شود. البته بر پیمانی که روزنه ها بیشتر بوده باشه میتونه به سود کشورها تمام شود و ظاهرا همیشه ما و شما مطالعات داشتیم و اخبار شنیدیم که چین همیشه علاقمند بوده که به کشورها رابطه داشته باشه، روابط داشته باشه و روزنه های بیشتر به خاطر تجارت داشته باشه، چون یک کشوری است چین که حدود 19.9 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی داره. بدان نیاز از چین با سایر کشورها روابط داشته باشه، کالاهای تولید شده خود به فروش برسانه به کشورها و همچنان یک سری مواد خامی که نیاز داره از این مسیر بتانه به کشور خود وارد بسازه و این دوباره تکمیل کرده و پروسس کرده به فروش برسانه، در کل میتونه به سود کشور چین تمام شوه، من جمله به سود کشورهای زیردخل مثل کشور افغانستان و در عین حال امی کوریدر واخان هرگاه کارش تکمیل شوه میتونه که کالاهای چینی به کشور ایران هم منتقل شوه. ای که در این اواخر شاید یک سری مسائل بازی های سیاسی بوده باشه که چنین گمان زنی هایی است که گویا علاقه من نیست، ولی ذاتش پروژش به سود چین میدانه بوده باشه و یک کمربند یک جاده که چین همیشه بالش ترکیز داره و تاکید داره که حدود با 65 کشور میخوان رابط داشته باشن با هزینه حدود 900 میلیارد دلار که غالبا سعی میکنن که روابط تجاری با جهان داشته باشند. بدان هر طرف شک ما میبینیم چین علاقمند است کالاهای خود به فروش برسانه و روابط داشته باشه. ای که چی مسائل پشت پرده ها بوده باشه از نگاه سیاسی بس اساسی است. مدبر صاحب، که آیا همچو دیدگاه ها، همچو اظهار نظر ها، آیا میتونه روی کار در قسمت راه سرک که از بدخشان به طرف واخان میره و پروژه‌ای را که حکومت سرپرست افغانستان در پیش گرفته بالا از هم تاثیر داشته باشه؟ طبیعی زمانی که یک فرایند طراحی میشه، پلانینگ میشه، یک سری انوایرمنتال فورسز فشارهای محیطی می داشته باشه و ایر یک مدیر زبده و توانا در نظر می داشته باشه. البته به او پیمانی شدت و حدتش نیست که کاملا پروژه را متوقف بسازه، ولی نیاز است که مدیران مراقب بوده باشند چون به سود تمام کشورهای زیردخل است. خود واخان یک پل ارتباطی تا بین 4 کشور میتونه باشه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان. حتی خود تاجیکستان میخواد این حیث یک پل زمینی استفاده کنه به خاطر صادرات و واردان داشتن به کشور پاکستان، یک نقطه خیلی مهم سرکل جهشی است. بنان به سود تمام کشورهای زیردخل میتونه تمام شود. بسیار تشکر. در پیمانی که زنجیره تامین مناسب باشه به سود تمام کشورها میتونه تمام شود. دیگه امی مسائل فشارهای محیطی نیاز است که مدیریت شود. هرگاه مدیریت نشه طبیعی است بازار را تمام کشورها میکند. سپاسگزار هستم آقای مدبر از اینکه در بحث با ما بودین. ادامه خبرها تا لحظات دیگر.